به نیروهای ما شک بکنن این خودش شده یک طرف هاست. این حرکت ما میتونیم انجام بدیم و در این حال بعد از این ما میتونیم وارد فاز دوم بشیم. فاز دوم چی هستش؟ فاز دوم این هستش که همونجوری که آرمان گفت، زمانی که اختلاف ها بیشتر شد و در هم اختلاف ها بیشتر شد در جناح در دو طرف در دو طرف ما از شعارها استفاده بکنیم، از شعارها استفاده ابزاری بکنیم. مرگ بر ضد ولایت فقیه که بر علیه مشایخ میگن این تبدیل بشه به مرگ بر اصل ولایت فقیه. استقلال، آزادی، حجاب اختیاری این تبدیل بشه به حرکت عملی که بانوان ما در داخل در حین اینکه شعار میدن استقلال، آزادی، حجاب اختیاری حجاب ها رو بردارن. بعد از این ما میتونیم میریم به وارد فاز بعدی بشیم که فاز بعدی دقیقا همون مسئله است که جنبش سبز رو به شکست انجام میده. عدم مدیریت تظاهرات، عدم مدیریت اعتراضات و بی هدف بودن اعتراضات در سال 88 باعث شد که جنبش سبز به شکست می انجام و تموم بشه که اونها شده برای اینجا ببینیم. جنبش سبز به همین دلیل که ما باید تلاش بکنیم که در داخل کشور تظاهرات رو مدیریت بکنیم و پشت هموطنانم رو خالی نکنیم، پشت از اوکراینا رو خالی نکنیم. دقیقا همون کاری موسوی رو کرد میکرد به دلیل اینکه در این حرکت ما بخوایم تظاهرات رو هدایت کنیم دیگه خط قرمزی وجود نداره که ما بخوایم نخواهیم ازش عبور بکنیم. خط قرمز ما سرنگونی جمهوری اسلامی هست.